بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شاگردای عزیز، به ادامه درس صنف ریاضی صنف 12 بازم با خدمت شما هستیم. امروز درس 3 ریاضی ما هست که عنوان درس می باشه خواص لمت ها، و این درس مربوط صفحات 9 تا و 12 کتاب می باشه. در این فصل در این درس ما خاصیت های لمت ها را می خوانیم که 5 خاصیت بسیار مهم لمت ها داره. دوستا، خاصیت اولش می باشه هرگاه ما لمت داشته باشیم، طوری که لمت یک عدد ثابت ضرب یک تابع شده باشه و لمت x متقرب باشه به یک عدد مثلا a، در چنین حالت ما گرفتم ایره به این ترتیب هم نوشته کردم میتونیم که عدد ثابت ای کنار بنویسیم و لیمیت دقیقا همجوار با تابع خود بنویسیم، یعنی پیش از عدد ثابت لیمیت بگیریم. یکی از خاصیت های لیمیت است دوستا. و اگر بخوایم در این ما مثال بدیم، اطور هم گفتم میتونیم فرض مثال اگر ما داشته باشیم که لیمیت 2x مربع که x تقرب کنه به فرض مثال 1، این سوال دوستا اطور گرفته ما میتونیم که 2 ضرب لیمیت x مربع که x تقرب کرده به 1. دوستا به یاد داشته باشین که عدد k با تابع fx در حالت ضرب است و در این قسمت هم عدد k با تابع fx در حالت ضرب است. شما میتونستین همین قسمت هم متحول عوضه کنین و در اینجا هم میتونین که اگر لیمیت نزدیک دارین متحول عوضه کنین و این رو در مثال خوبتر واضح میشه. فرض مثال اگر ما همین قسمت متحول قیمتش وضع میکردم 2 در حالت خود است و عوض x 1 میگیریم، مربع 1 مربع. و سوال این قسم حمل میتونیم که اگر فرض مثال 2 را ما اول در اینجا بگیریم، بعد از اون لیمیت نزدیک بیاریم به خود تابع 1 مربع 1، بازم 2، در دو صورت جواب مساوی است. حال سوال میشه که وقتی که هر دو صورت جواب مساوی است ما چرا اوتر میکنیم، چرا ما لیمیت به عدد ثابت دورتر نوشتیم و لیمیت نزدیکتر به تابع. در این خاصیت ها بر ما در ثبوت های باز ثبوت ها خیلی کمک میکنه. خاصیت هایی را که ما میخوانیم خیلی کمک ما میکنه در باز ثبوت ها که ما باز قضیه ها را ثبوت کنیم. و اگر نه در حالتهایی که تابع پولینومی باشه لیمیتش ما میتونیم با مستقیم وضع کردن هم به دست بیاریم، قسمی که ما در اینجا کار کردیم، مستقیما هم تابع را وضع کردیم و به این ترتیب هم که لیمیت نزدیک آوردیم و به خود تابع نزدیک آوردیم و قیمت را وضع کردیم. خب دوستا، خاصیت دوم ما چیست؟ خاصیت دوم ما ما لیمیت طور داشته باشیم که لیمیت مربوط دو تابع باشه. فرض مثال دو تابع داریم fx و gx، دو تابع داشته باشیم fx و gx به این ترتیب. ما میتونیم که هتر هم بنویسیم که لیمیت تابع fx که x متقرب به a باشه جمع لیمیت تابع g x که x متقرب باشه و a. این چی جمع باشه دوستا، چی منفی، فرق نمیکنه. اگر ما دو تابع یا 3 تابع یا 4 تابع یا n تابع دالت جمع و منفی با هم داشته باشیم، یعنی بینشان عملیه جمع باشه و یا بینشان عملیه تفریق باشه، منفی باشه و اینا لیمیت داشته باشه، میشه به این ترتیب لیمیت بنویسیم و یا به این ترتیب جداگانه با هر تابع لیمیت بنویسیم. خب در این باره، در این قضیه هم، در این خاصیت هم یک مثال میتیم. فرض مثال اگر ما داشته باشیم لیمیت 2x منفی 3x مربع، در صورتی که x به عدد 1 مثلا تقرب کرده باشه، همین ایره به این ترتیب حمل کرده میتونیم که مستقیما 1 وضع کنیم
یک دو دو، یک مربع یک، دو منفی یک سه، سه. جواب ما میشه منفی یک. به این ترتیب هم ما مثال حل کرده میتونیم، سوال حل میتونیم، و یا به این ترتیب هم میتونیم که ما اول این لیمیت با هر کدام از این جداگانه بگیریم، چون ما اینجا یک خاصیت خواندیم که اگر دو تابع لیمیتشان به این ترتیب مشترک باشه، ما میتونیم که در جداگانه کتی هر کدامش علایده علایده بگیریم. اگر علامه جمع بود جمع میگیریم، و اگر منفی بود منفی میگیریم. در این مثال ما میبینیم که دو x منفی 3 y در بینشان علامه منفی است، و اینا یک لیمیت داره و تقربشان به طرف منفی یک است. مستقیما اگر موازه کنیم جواب ما منفی یک است، و اگر این را جداگانه بگیریم، مثلا نوتو بگیریم که لیمیت دو x که x متقرب است به یک منفی لیمیت سه x مربع که x متقرب است به یک، میشه که اینجا عوض کنیم، عوض متحول، عوض x قیمت مساوی یک دو دو، یک مربع یک میشه یک سه سه. بازم جواب ما هست منفی یک. یعنی در دو صورت جواب ما یک چیز میباشه. این فرق نمیکنه که ما اگر لیمیت به این شکل داشته باشیم، به این گونه که هر تابع جداگانه لیمیت بنویسیم، کدام فرق نداره. ولی بازم میگم در ثبوت قضیه ها ما را کمک میکنه. ما باید از بفهمیم که اگر لیمیت به این ترتیب باشه، ما میتوانیمش که به این ترتیب بنویسیم. خب دوستا، خاصیت سوم چی هست؟ خاصیت سوم اینگونه است که اگر ما داشته باشیم لیمیت اف اکس یک تابیس، جی اکس دیگر تابیس. دوستا خب این دو تابع با هم در حالت ضرب هستن، در این قسمت دو تابع با هم در حالت جمع و منفی بودن، در این حالت دو تابع با هم در حالت ضرب هستند. این هم میتونیم که لیمیت با هر کدامش علایده بگیریم. دوستای گرامی، لیمیت اف اکس که اکس متقرب است به ای، ضرب لیمیت جی اکس که اکس متقرب است به ای. یعنی اگر ما داشته باشیم دو تابع دالت ضرب است، اینا مشترکن، لیمیتشان اینجا نوشته باشه، این به این ترتیب عمل میشه که متحول وضع کنیم، و به این ترتیب عمل میشه که جداگانه لیمیت کتی هر کدامشان بگیریم، و علامه بازم عملیه مو عملیه ضرب است. دوستا در این خاصیت هم یک مثال میتیم. فرض مثال همین مثال گذشته ای که ما داشتیم، دو اکس کتی سه اکس دالت ضرب است. ما میفهمیم که ضرب به چند شکل نشان میتیم، به نقطه نشان میتیم، با چالیپا نشان میتیم. در حساب معمولا با این شکل نشان میتن، و در الجبر به خاطر که ای با اکس اشتباه نشه، ما با نقطه نشان میتیم ضرب، و یا توسط قوس ها ضرب نشان میتیم. در این حالت هم میبینین دو قوس با هم دیگر پلوی هم قرار گرفته، به این معنا که این قوس با این قوس در حالت ضرب است، یعنی این دو تابع با هم در حالت ضرب است. دوستا در اینجا ما اتر هم میتونیم که مستقیما متحول وضع کنیم، به این ترتیب بگیریم که دو ضرب یک، سه ضرب یک دو دو، یک مربع یک، خب دو خودش یک سه، سه دو سه شش میشه. دوستا یعنی ما دو تابع داشتیم، مستقیما اینا متحول وضع کردیم و لیمیت به دست آوردیم. و یا به این گونه هم میتونیم دوستای گرامی که لیمیت علایده علایده با اردو تابع در حالت لیمیت با اردو تابع بگیریم، لیمیت اردو تابع را جداگانه بگیریم، باز در آخر جوابایش را ضرب کنیم. به این ترتیب که لیمیت دو اکس که اکس متقرب به یک است، لیمیت سه اکس مربع که اکس متقرب به یک است. در اینجا میدانیم دوستا که اگر عوض یک اکس عوض کنیم، میشه یک دو دو میشه، و در این قسمت هم سه خودش عوض اکس یک عوض کردیم، یک دو دو،
یک مربع شود، یک از دو تا ضرب سه، سه. بازم جواب ما مساوی می شود شش. یعنی ما میتونیم اگر لیمت دو تابعی که در حالت ضرب است و لیمت مشترک دارن، میتونیم اون لیمت علایده علایده با هم دیگر بنویسیم. و یا معکوس از دیگر، اگر ما داشته باشیم که لیمت دو تابعی که در حالت ضرب است علایده علایده اینا لیمت داشته باشه، میشه که از اینا یک لیمت بگیریم و این ترتیب یک قوس بگیریم، دو تابع را اول با هم ضرب کنیم. ببینید اگر فرض مثال ما این به این قسم همین مثال حل میکنیم که اگر این در این حالت باشه، مثلا لیمت فرض مثال 2x که x متقرب است به 1 و داشته باشیم لیمت 3x مربع که x متقرب است به 1، ما میشه از اینا یک لیمت بگیریم x متقرب است به 1، توابع را با هم ضرب کنیم لیمت x تقرب کده به 1، میشه که رایت را هم بگیریم 2, 3, 6 x ضرب x از قاعده ها یک قاعده، توان ها با هم جمع، توان 2 توان 1 است که جمع شد و توان میشه 3. حال اگر دوستا من عوض متحول قیمت عوض کنم، آنچه x به او تقرب کرده 1 مکعب 1 1 6 6، بازم جواب 6 است دوستا. خب خاصیت چهارم طور است که اگر دو تابع با هم در حالت تقسیم باشند، مثلا f x با g x در حالت تقسیم است دوستای گرامی، و ما از اینا لیمیت میگیریم طور که x به یک عدد مثل a تقرب کرده، ما این را می توانیم که جداگانه هم بنویسیم به این ترتیب که لیمت f x که x متقرب است به a بر لیمت g x که x متقرب است به A. ما اتر هم میتونیم ایره بنویسیم. و در اگر بخوایم یک مثال بدیم، طوره می باشه که فرض مثال لیمت 2x بر x منفی 1 متقرب. خب دوست، این سوال اگر ما حل میکنیم مستقیما میشه که عوض متقرب قیمتش را وضع کنیم، دو دو چار، چار دو منفی یک یک، پس جواب ما از چار. و یا این سوال به هی گونه هم میشه که حل کنیم که لیمت با صورت علایده بگیریم و با مخرج علایده بگیریم، یعنی همین مثال ما میتونیم به این ترتیب هم بگیریم لیمت 2x که x تقرب کرده به 2، لیمت x منفی 1 که x تقرب کرده به 2. طبعا وقتی که x ما وضع میکنیم، قیمت x وضع میکنیم 2 است، 2 ضرب 2 میشه 4، یعنی 2 ضرب 2 2 منفی 1، 2 2 میشه 4، 4 بر 2 منفی 1 1 میشه و جواب در نهایت 4 میشه. و خاصیت پنجم هم دوستا خاصیت است که اگر یک تابع تحت جذر باشه ما چیگونه لیمیت از او را میگیریم، به این معنا که اگر ما داشته باشیم یک تابع است مثلا به این ترتیب در این حالت که تابع تحت جذر است f x و x تقرب کرده به یک عدد مثلا a، این را ما گرفته میتونیم مساوی است به جذر لیمت f x که x متقرب است به
یعنی چی؟ یعنی اگر ما جزر داشته باشیم، لیمیت میتونه که تحت جزر در کنار تابع نوشته شود و در دو صورت جواب ما مساوی می باشه. خود سوال بازم اگر پیش میاد که وقتی که جواب مساوی می باشه ما چرا ضرورت است که را به این ترتیب بگیریم؟ بعض اوقات نیاز میشه و بازم میگم تکرارن که در بعض قضیه ها این خاصیت ها خیلی به درد بخور است به خاطر ثبوت بعض قضیه ها. از او خاطر ما باید از این را بدانیم و ضرور است که بدانیم که اگر ما تابع ما تحت جزر می باشه و ما از او می خواهیم لیمیت بگیریم و لیمیت بیرون از جزر می باشه، ما می دانیم این لیمیت تحت جزر در کنار تابع هم بنویسیم. خب دوستان، دو قضیه از فصل اول در درس سوم ما که قضیه اولش به نام ساندویچ است. قضیه ساندویچ طوری است که اگر ما سه تابع داشته باشیم FX, GX و HX، طوره که تابع HX بزرگ و مساوی به GX و GX بزرگ و مساوی به FX باشه. یعنی میبینیم که HX بزرگتر از همه توابع است، باز GX بزرگ است و باز هم در نهایت FX. در لیمیت ها طور میشه دوستا که باز اوقات همین لیمیت کوچک لیمیتش وقتی که به یک عدد تقرب کنه جوابش مساوی میشه، امکان داره که شبه با تابعی که بزرگتر است، که در مثال این را واضح تر هم خواهد ساختیم و شما خواهد دیدیم که این گونه امکان داره. یعنی HX بزرگ است هم از GX هم از FX، ولی لیمیت وقتی که X به یک عدد تقرب کنه ممکن که لیمیت اینمی تابعی که از این که کوچک است با لیمیت از این مساوی شود. خب میگیم اگر لیمیت FX که X تقرب به A کنه این مساوی باشه با لیمیت تابع HX که X متقرب است به A، هر دویش مثلا مساوی شود، جواب از اینا شود فرض مثال به یک عدد A، در این صورت حتما لیمیت GX که در وسط از اینا است، لیمیت از این هم در صورت که X به دیگه عدد تقرب نکنه به می عدد A تقرب کنه، لیمیت از این هم مساوی به S. بازم قضیه ساندویچ یک قضیه است که در این ما سه تابع را در نظر میگیریم، تابع HX, GX و FX، طور که یک تابع کلان تابع HX ما کلانتر از GX و FX است، تابع GX کلانتر از FX است و یا امکان داره با هم مساوی باشن. در این صورت اگر لیمیت تابع کوچک و لیمیت تابع بزرگ مساوی به یک عدد میشه، هم در صورت که X به A تقرب میکنه، یعنی لیمیتشان به عین تقرب متحول به عین عدد است، فرق نمیکنه، در این صورت لیمیت تابع وسطی که X به همان A که این دو تابع تقرب کرده بود اگر تقرب کنه، باز جواب از این هم 100% A است. و بیاد داشته باشین که قضیه ساندویچ در لیمیت سلسله ها و لیمیت ترادف ها خیلی یک تابع موثر است و خیلی به درد میخوره و مورد استفاده زیاد داره. حالا در همین مورد یک مثال کار میکنیم دوستا. طور مثال اگر ما و ما گفته شود که لیمیت FX ما مساوی است به یک منتی x مربع بر 4 و تابع بزرگ ما یا HX ما باشه که یک مثبت x مربع بر 4. خب طبعا کی تابع بزرگتر از این، و در وسط ما یک تابع داشته باشیم به نام UX، ای تابع بزرگ است از ای و ای تابع بزرگ است از ای. حال ای تابع چی است بر ما در سوال دادنش را هر چی که باشه فرق نمی کنه، یعنی به ما ای گفته شده ای تابع از ای کده کوچک و از ای کده بزرگ است. می گویند که ما باید از لیمیت از ای تابع را مطالعه کنیم وقتی که متحول تقرب می کنه به صفر. خب ما چون این تابع را میفهمیم از این که کوچک است و از این که بزرگ، یک دفعه تابع بزرگ و کوچک را میبینیم که در تحول x به طرف صفر جواب از این دو تا چی است؟ از اینجا هم لیمیت میگیریم از این تابع خودم و در اینجا هم x تقرب میتیم به یک. وقتی که صفر بگذاریم دوستا، صفر صفر تقسیم 4 صفر جواب میشه یک. تابع ما لیمیت u x x متقرب از به صفر و اینجا هم از این اگر لیمیت بگیریم صفر بگذاریم صفر مربع صفر تقسیم 4 صفر جواب میمانه یک.
میگن جواب ما اوت آمد که میگن لیمیت یو ایکس از یک کوچک و از یک بزرگ است. این امکان نداره که از یک هم کوچک باشه هم بزرگ. پس معنایش چیست؟ که 100% به یک مساوی است. یعنی لیمیت یو ایکس وقتی که ایکس متقرب به صفر باشه مساوی است به یک. درست از دوستا، چون تابع کوچکترش و تابع بزرگترش جوابشان لیمیتشان یک شد، پس این تابع که در وسط بید 100% جواب از این هم یک میشه. و قضیه آخر از این کتاب طور است که از این مزرد میخواییم، قضیه آخر از این فصل طور است که میگه اگر ما دو تابع داشته باشیم به این ترتیب که فعلا در قضیه سنویچ ما 3 تابع در نظر گرفتیم، در این قضیه که فعلا کار میکنیم ما 2 تابع در نظر میگیریم. 2 تابع طور داشته باشیم به نام جی ایکس و اف ایکس که تابع جی ایکس بزرگتر و مساوی از اف ایکس است در یک انتروال. مثلا انتروال ما باشه، قیمت های ما باشه، فرض مثال از A1 تا به AN. در این انتروال باز تابع اف ایکس از جی ایکس کوچکتر است. حال اگر ما لیمیت بگیریم از اف ایکس و همچنان از جی ایکس که ایکس تقرب کنه به یک عدد AI، ایکس تقرب کرده به یک عدد AI که AI در بین در وسط در هر قسمتی از این انتروال بوده میتونه، یعنی ممکن که بعد از A1 باشه، خلاصه در اینمی انتروال عدد AI هم وجود داره. اگر این تابع FX کوچک و مساوی به GX باشه، پس لیمیتی که جواب از این که به دست می آید او هم حتما کوچک است، لیمیت از این قسمت کوچک می باشه نسبت به لیمیت از این قسمت. خب در این اگر مثال بتیم، مثلا ببینین بوده باشه که من میگم FX مساوی به X و GX ما مساوی به 5x مربع و ما میفهمیم که اگر ما اتر یک انتروال در نظر بگیریم که x شامل باشه از 1 تا به 1000، در این انتروال ما میگم این تابع fx ما کوچک است از تابع gx. حال اگر لیمیت بگیریم لیمیت x وقتی که x متقرب است فرض مثال به عدد 2 و از این طرف هم لیمیت میگیریم لیمیت x 5x مربع که x متقرب است به 2. دوستان جواب از این قسمت ما میشه وقتی که ما x وزه کنیم به عوض x 2 وزه کنیم میشه 2 و اینجا چی میشه؟ 2 مربع 4، 4 ضرب 5 20. پس ما میبینیم تابع این تابع ما بزرگتر از این تابع بود، در جواب هم 20 بزرگتر از 2، یعنی جوابشان هم بزرگتر میاد. از جی ایکس که تابع بزرگتر از اف ایکس بود جوابش هم بعد از لیمیت 20 آمد که بزرگتر از جواب تابع اف ایکس است. خب درس امروز ما اینجا به پایان میرسه، به امید از اینکه شما آموخته باشین و منیس کارخانگی سوالای همین فصله که به صفحه 12 کتاب است حل کنین. اوقات شما بخیر.